سلام، وقت بخیر. من مهران فهیم هستم و درس 4 رو با عنوان What's happening شروع میکنیم. به معنی اینه که چه خبره؟ What's happening یعنی چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چه خبره؟ قبل از شروع درس ازتون میخوام که اگه تو چنل سابسکرایب نکردید این کارو بکنید. ویدیو رو هم اگه براتون مناسب بود و چیزی ازش یاد گرفتید حتما لایک کنید و برای کسانی که فکر میکنید ممکنه براشون مفید باشه بفرستید. اگر هم دوست داشتید در طول روز بیشتر با انگلیسی درگیر باشید و یا اینکه با من در ارتباط باشید، میتونید توی کانال تلگرام من که آدرسش اینجا میاد عضو بشید. بریم سراغ درس 4. درس 4 ادامه درس 3 هست، یعنی باز میخوایم در رابطه با همون حال استمراری یا present continuous صحبت کنیم با یه سری نکات دیگه. خب ببینید، گفتیم که حال استمراری رو برای زمانی به کار میبریم که بخوایم بگیم یه نفر مشغول یه کاریه، داره یه کاری میکنه. حالا اگه بپرسیم چه کاری میکنه، اون وقت احتیاج داریم که این سوال رو به یه نوع دیگه ای مطرح کنیم. اینجا رو ببینید، میگیم What is he doing؟ استفاده از what. What به معنی چه هست. اگه پرسشمون با چه شروع میشه، چه کار، چه مقدار، چه چیزی، اینا همه با what. حالا اشکال مختلفش رو به مرور یاد میگیم، ولی اینجا میخوام بگیم چه کاری انجام میده. دو دیگه داره یه فعالیتی انجام میده. What is he doing؟ چون مشغول انجام کاره، الانی که ما داریم سوال میکنیم طرف مشغول انجام کاره، پس سوالمون هم با ساختار حال استمراری باید باشه، نه با حال ساده مثلا. و جواب طرف میگه که he is playing tennis، داره تنیس بازی میکنه. پس what is he doing؟ he is playing tennis. ساختار چطوره؟ what رو میذاریم اول جمله، بعد فعل to be، بعد فاعل و بعد فعلمون. به این شکل. مثالا رو ببینیم. میگه where are they going؟ نکته جدید. where، what، why، who. به اینها در اصطلاح انگلیسی میگن WH. زید بنویسم اینجا WH questions، یعنی سوالاتی که با WH شروع میشن. میبینید همشون دارن، غیر از البته یه مدلش که توی این درس هنوز نیومده. How. Where میشه کجا. Who میشه چه کسی. What میشه چه چیزی. Why میشه چرا. و How میشه چطور. اینجا میگه که Where are they going، یعنی کجا دارن میرن. اینایی که الان تو ماشینن دارن کجا میرن. Where are they going. این ور میگه که Who is he working with؟ فلانی مثلا این داره با کیا کار میکنه؟ Who is he working with؟ بعدی What are you eating؟ اینا دارن یه غذایی میخورن، این پرسه که چی دارید میخورید؟ What are you eating؟ و این یکی داره چراشو میپرسه، این داره میدوه، میگه Why is he running؟ Why is she ببخشید؟ Why is she running؟ این برای چی میدوه؟ اینجا دلیل پرسید. به این شکله. اینا بسیار مهمن، سعی کنید اینا رو خوب مرور کنید، همه تمرین ها رو انجام بدید. بیایم اینور چند تا کلمه هم داریم که خیلی وقتا اینا رو در حالت استمراری استفاده میکنیم. hold به معنی نگه داشتن، همینجوری که میبینید بچه رو نگه داشته. شما باید سوال مطرح کنید مثل این و جواب بدید با هر کدوم از این کلمات، حالا یا با what یا با where یا با who یا با why. ببینید کدومش به این تصویر میخوره یا چه سوالی میتونید مطرح کنید. از کلمه hold استفاده کنید و جوابش هم بدید. carry یعنی حمل کردن، میبینید یه چیزی داره حمل میکنه. clean تمیز کردن و use استفاده کردن. با اینها شما باید یه سوال بنویسید مثل این، یه جواب هم بدید، این کار رو انجام بدید. اما بخش دوم یک سری لغات جدید میخواد بهمون یاد بده در رابطه با چی؟ دیجیتال گجتس، گجت های دیجیتال. گجت کلن به ابزار چند کاره میگن دیگه، مثل موبایل، تبلت، همه اینا. تبلت که میبینید میدونید چیه؟ کمپیوتر. به تلفظش دقت کنید، کامپیوتر نیست، این او یه صدای ای خیلی ضعیفه. کمپیوتر، کمپیوتر. سمارت فون به موبایل، تلفن هوشمند. گیم کنسول، گیم کنسول.
کنسول بازی، هدفونز، هدفونز. دقت کنید که فارسی به اشتباهتون نندازه، این جمعه، چون دو تاست باید بگید هدفونز، اسش باید باشه، ما تو فارسی میگیم هدفون ولی این باید اسش باشه. و ای ریده به کتابخان میگن دیگه، چیزی که برای مطالعه است، مثلا کیندل و باقی مواد. خب اینم از این درس، حتما این تمرین ها رو انجام بدید، تمرین ها خیلی خیلی مهمه. تموم که شد بیاید توی کتاب تمرین صفحه 22, 23, 24 و 25 رو هم تمریناش رو انجام بدید و فراموش نکنید بخش هایی که علامت سپیکر داره رو حتما فایل صوتیش رو گوش بدید و تقلید کنید تا تلفظتون به مرور بهتر و بهتر بشه. در انتها اگه توی چنل سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید، ویدیو رو لایک کنید اگر براتون مفید بود، و اگر فکر میکنید به درد کسی میخوره حتما شیر کنید و برای دیگران بفرستید. اگر هم دوست داشتید که در طول روز بیشتر با انگلیسی در ارتباط باشید یا با من در ارتباط باشید، میتونید توی کانال تلگرام من به این آدرسی که اینجا میاد و لینکش هم توی دسکریپشن هست مراجعه کنید و اونجا عضو بشید. سوالی هم اگر داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.